سلام، من علی شیبانی هستم و شما برنامه خانه زیبا رو تماشا میکنید. در این برنامه دو نکته در مورد ریمادلینگ میخوام براتون توضیح بدم. نکته اول این هست که در ریمادلینگ باید سعی کنید که هزینه‌ای که انجام میشه در اون خونه به اندازه‌ای باشه که قیمت خونه رو در نهایت از قیمت محله بالاتر نبره، چون شما باید همیشه در نظر بگیرید که این خونه رو ممکنه یه زمانی بخواید بفروشید و بنابراین اگه خونه شما خیلی گرانتر از خونه بغلی باشه، شما اون هزینه که کردید رو خواهید کرد و این خیلی نکته مهمی است که بعضی از ماها فراموش میکنیم و موقعی که موقع فروش خونه هست اون موقع متاسفانه دیگه دیر هست و میبینیم که درصد بالایی از هزینه رو که کردیم و پس نمیگیریم. در نکته بعدی که امروز در مورد ریمادلینگ میخوام بهتون بگم این است که اگر که میخواید ریمادل بکنید، یکی از کلیدهای ریمادلینگ این هست که مقدار تخریب رو به مینیمم برسونید. یعنی اگر هر خونه ای ما میگیم you're given something، یعنی یک پارامترایی هست که اون خونه داده شده و با اونها اگر بتونیم کار کنیم هزینه رو به حداقل میرسونیم و بیشترین نتیجه رو میگیریم. و اگر بخوایم که با اون پارامترایی داده شده در خونه رو در نظر نگیریم و تغییرات رو زیاد انجام بدیم، بعضی وقتا در حقیقت باز اون نتیجه نهایی خوب رو نمیگیریم. این است که این دو نکته رو باید توجه کنیم در ریمادلینگ که در پایان کار از کارمون راضی بشیم. من علی شیبانی هستم و شما برنامه خانه زیبا رو امروز تماشا کردید. تا قسمت‌های بعد.